خب سلام به همگی، بسم الله الرحمن الرحیم. درس پنجم میشه انشاءالله که مبحث درس پنجم فیزیک میخانیک آلی. درس پنجم فیزیک میخانیک آلی انشاءالله کوشش شده خیلی ساده ساده براتون مسائل انتقال داده شود. مبحث سقوط آزاده انشاءالله شروع میکنیم. مبحث سقوط آزاد یا فری فال، سقوط آزاد فری فال، فری فال را بس میکنیم. یا حرکت یک بودی است، مسیر حرکت مستقیم است، حرکت یک بودی است، حرکت یک بودی است، مرکبی عمودی دارد، تنها مسیر حرکت خط مستقیم است، خط مستقیم ورتیکال یا قائم است یا عمود است. کپسیم که با کنکور یاد گرفته شود، تحجیل مسیر به جی است، سوال فورم است. دیگه اکس ما ای وای مسیر به جی است یا ای مسیر به جی است، ای اکس ما صفر است، در مسیر افقی تحجیل صفر است، در مسیر عمودی ای وای مسیر به جی است. ای وای مساوی به جی است یا در کنکور نوشته میکنه که ای مساوی به جی است. بست. گپ بعدی که میخوایم در اینجا بفهمی، سقوط آزاد نمونه طبیعی حرکت با شتاب ثابت است. اینجا میفهمی در انگام سقوط آزاد یگانه قوی وارده وزن جسم است. در انگام سقوط آزاد یگانه قوی وارده، یگانه قوی وارده وزن جسم است. اگر سوال میشه که در سقوط آزاد قوی وارده چیست، چون بدون قوه حرکت امکان نداره، وزن جسم. دیگه جهت و وزن انشاءالله میفهمی، ضرور نیست نشته کنه، به سمت پایین است، به سمت پایین است. همیشه جهت و وزن به سمت حرکت یک بودی است، مسیر حرکت حتی مستقیم است. ای وای ای وای تعجیل در جهت عمودی جی است یا ای مساوی به جی است، در جهت افقی تعجیل صفر است. در انگام سقوط آزاد یگانه قوه وارده. سوال میشه در کنکور شوه که عامل حرکت خوب بدون شک بچه قوه است، اینجا کدام قوه است؟ شما در پاسخش می قوه وزن جسم است. وزن جسم به اساس فرمولایش در دو حالت بس میکنیم، در دو حالت بس میکنیم. این فرمول های است که یکی حالتی که بی صفر ما صفر باشه، نه سرعت اولیه نداشته باشه، وی صفر صفر باشه، وی صفر مساوی به صفر باشه. حالت دوم وی صفر خلاف صفر باشه، وی صفر خلاف صفر باشه. حالت دوم وی صفر خلاف صفر باشه. در این صورت شما دقت داشته باشی، وقتی که وی صفر صفر باشه، فرمول وی معادله سرعت اوجا ایتی بود، اوجا دیده که با جی مساوی است، وی مساوی به جی تی میشه. معادله سرعت، معادله سرعت تابع زمان یا فاقد زمان بدون شک تابع زمان است. وجب بود x مساوی به بر دو ات مربع در حرکت مستقیم الخط. حالا xش h میشه، چون همین فاصله عمودی میشه، یک بر دوش میمونه، h g میشه، t مربع میشه. پس h مساوی میشه که بر دو g t مربع. این معادله حرکت، البته ارتفاع طی شده. فرمول دوم میشه تی مساوی به تی، اگر حل کنیم دو ایچ بر جی میشه، دو ایچ بر جی میشه تحت جذر، زمان رسیدن به زمین، یعنی زمانی که جسم از اگر ارتفاع رها میشه به زمین میرسه، اینمی تی است، اینمی تی به خود پیدا میشه، از این استفاده میکنیم. زمان رسیدن به زمین فرمول چهارمی که داشتیم، وی مربع منفی وی صفر مربع. وجب بود وی مربع مساوی به دو ایکس در صورتی که وی صفر صفر باشه. اینجا وی مربع مساوی به دو ای اکس، دو خودش میمونه، ای قیمتش جی میشه، اکس قیمتش اچ میشه. باز این همیشه اطراف جذر بگیره، باز وی مساوی میشه به جذر مربع دو جی اچ، جذر مربع دو جی اچ. این حالت اول فرمولا بود براتون گفتم. معادله سرعت است، ارتفاع تایی شده که بر دو جی تی مربع، زمانی که از ارتفاع رها میشه به زمین میرسه چقدر وقت میگیره، زمان رسیدن به زمین تی کوچک، دو اچ بر جی است. و وی مربع مساوی به دو جی اچ، رابطه مستقل از زمان. در این رابطه شما میبینید که تی وجود نداره،
اگر وی صفر خلاف صفر باشه، ما یک جسم از اگر تفاره ها کنیم بر سرعت اولیه هم بتیم، بر سرعت اولیه بتیم، در صورت پس میشه که معادله زمانی که به زمین برخورد میکنه فرمول بش میشه وی صفر مثبت جی تی. وی صفر مثبت جی تی میشه، ارتفاعش اچ مساوی میشه با وی صفر تی مثبت یک بر دوی جی تی مربع میشه، یک بر دوی جی تی مربع میشه، دگه وی مربع منفی وی صفر مربع میشه مساوی با دو جی اچ. دو جی اچ شما میشه که به وی حلش کنی، منفی وی صفر مربع او طرف میره، دو جی اچ جمع وی صفر مربع میشه تحت جذر. تحت جذر ای سه رابطه شد، معادله سرعت شد تابع زمان، ارتفاع تای شده و معادله سرعت شد فاقد زمان. از سه رابطه میتونیم استفاده کنیم. فری فال یک گفتم حرکت یک بودی است. اگر ما یک تصویر بایی داشته باشیم، یک تعمیر باشه، یک ارتفاع باشه، فرض میکنیم ارتفاع اچ است، یک جسم شما از اینجا رها میکنیم، این به سمت پایین میه، این جسم به سمت پایین آمده میره، به سمت پایین آمده میره، هر قدر از بالا پایین میره شما میفهمید انشالله که انرژی حرکی زیاد میشه، انرژی پتانسیال کم میشه، انرژی پتانسیال کم میشه، بنان جسم رسید به سطح زمین. اینا حالا سوال اینجاست که این جسم وقتی که به سطح زمین رسید، از اوجا بیده رسید، چی مدت زمان وقت گرفت؟ چی مدت زمان وقت گرفت؟ ای فرمولش میشه تی مساوی به دو اچ بر جی، از این استفاده میکنیم، تی مساوی به دو اچ بر جی. سوال دومی است که امی ارتفاعی که تی میکنه چقدر است؟ اچ مساوی به بر دو جی تی مربع. سوال سومی است که زمانی که به زمین میخوره چه سرعت داره؟ وی مساوی به جی تی، وی مساوی به جی تی. حالا اگر جسم رها شوه، جسم اگر رها شوه یعنی سرعت اولیه صفر است، جسم اگر رها شوه شما ایره رها میکنی، میاریش اینجا رهاش میکنی، سرعت اولیه صفر است، اینجا بیا رهایش کو، واضح است که پایین میکش میکنه، قوه عامل حرکت قوه است. اینجا گفتم قوه وارده در انگام سقوط آزاد یکانه قوه وارده وزن جسم است، قوه وزن جسم میره پایین میاریش و جهت پایین است همیشه جهتش. حالا اگر شما ایره اینجا رها کنی مثل که یک سنگ از ارتفاع رها کنی، اما بعدا حالت دو مینی حالت هم میخواییم چیز امی سنگ رها نمیکنی، تو میزنیدش، تو به یک سرعت اولیه میزنیدش، وقتی که به سرعت اولیه بزنیدش باز این زمانی که به زمین برخورد میکنه امو سرعت اولیه که دیجه برخورد کرده جمع میشه، وی صفر جمع جی تی میشه، ارتفاعی که تایی میکنه از وی صفر تی جمع یک بر دو جی تی مربع میشه و دیگه وی مربع من وی صفر مربع مساوی با دو جی اچ است. این فرمول آخری تو مثلا میگه که یک جسم از ارتفاع 100 متر با سرعت اولیه 10 متر بر سکند برتاب میشه، شما میگه در وقتی که به زمین میخوره چه سرعت داره با از استفاده میکنه، این رابطه فاقد از زمان یا مستقل است زمان شد. تمام مواردی که در مورد یک فری فال یا سقوط آزاد باید یک شاگرد کنکور بفهمه کلش گفتم، جمع بندی شده گوش کنی، یاد بگیری، گدوات نسازی، بارها 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 چندین بار ویدیو را گوش کنی، گوش کنی، از سریال دیدن، از فیلم دیدن، از موسیقی شنیدن کرده، امی ویدیو را در موبایلتون پرتی، در موتر کششتی گوش کنی، در خانه که بیکار بودی گوش کنی، تا که عادتتان شود، عادتتان شود، انشاءالله وقتی که عادتتان شد مسائل خیلی ساده است. ای ما سوالا را بخیر شروع میکنیم، ببینیم سوالات از این چیگونه است، میرسیم در سوال اولش، سوال شماره اول، سوال شماره اول میبینیم که کدام مبحث است، سوال شماره اول از این چی است. اینا جسم در نجای سکوت آزاد به مدت 5 ثانیه به زمین میرسه، سرعت آن را در وقت برخورد با زمین جیرام ده داده. خیلی سوال اول میشه تی مساوی به 5 سکند، تی مساوی به 5 سکند جیرام به شما داده، جیرام داده 10 متر بر سکند مربع، 10 متر بر سکند مربع سرعتش هنگام برخورد به زمین، پس ما نشته میکنیم وی مساوی به جی تی، وی مساوی به جی تی، وی مساوی میشه جی 10، تی هم 5، 10 5 50، واید سرعت هم میفهمی یک سکندش با یک سکند خلاص میشه. خیلی جواب سوال ما شد که 50 متر بر سکند، 50 متر بر سکند، این مسئله اول شد، یعنی سوال اول ما شما حل کردیم، جواب شد 50 متر بر سکند. سوال دوم شما دقت داشته باشیم، یک شخص ارتفاع 100 متر سقوط میکنه، زمان رسیدن اون را به زمین دریابید، یعنی اچ به شما داده، اچ مساوی به 100 متر، 100 متر یک نفر میگه از ارتفاع 100 متری یک سنگ ما مندازم چند دقیقه، چند دقیقه با چند ثانیه بعد به زمین میرسه، جیرام ده میگیریم، جیرام نشته میگیریم 10 متر بر سکند مربع. شاگرد عزیز دقت داشته باشید، تی مساوی میشه به 2h، 2h تقسیم جی تحت جذر، تحت جذر در این فرمول مندازیمش، 2 ضرب 10 100، 2 ضرب 100 تقسیم 10 تحت جذر. حال شما دقت کنید با این خلاص میشه 2 در 20
20 میشه، 20 ما میشه 4 5 20، دو جذر 5 دو خودش جذر 5 هم 2 اشاره 2 بگیریم، پس تی مساوی میشه با دو دو 4 اشاره 4 سکند، نزدیک 4 نیم ثانیه بعد ای به زمین میرسن. اگر شما یک جسم از ارتفاع 100 متری رها کنی 4 اشاره 4 سکند بعد به زمین میرسن. این سوال شماره دوم بود که من با شما حل کردم. سوال شماره سیم شما متوجه باشه شاگردای عزیز، یک شای در مدت سقوط آزاد 4 ثانیه بعد 4 ثانیه بعد در مدت 4 ثانیه از بالا یک تعمیر به زمین میرسد، ارتفاعش تا کو ارتفاعش تی مساوی میشه با 4 سکند. این اندازه‌گیری غیر مستقیم ارتفاع هم میشه، مثلا شما میخواهی که یک جای یک ارتفاع تعمیر پیدا کنید در نزدان متر وجود نداره، یک سنگ از بالای تعمیر ها کنه زمانی که به زمین میرسه ثانیه شو قید کنه با دای فرمول پرتی h مساوی یک بر دوی جی تی مربع، درست است؟ یک بر دو خودش جی قیمتش ده، تی هم قیمتش 4 مربع، ده به دو 5 میشن، 4 مربع 16 میشن، 5 6 30 80 میشن. پس همین تعمیره که سنگ از بالای تعمیر به پایین تعمیر میرسه در مدت 4 سکند چقدر ارتفاع داره؟ جوابش 80 متر. سوال سوم هم حل شد. سوال چهارم ما کار میکنیم شاگرد عزیز، شما دقت کنی یک شخص از ارتفاع 4.9 متر رها میشه در چند ثانیه به زمین میرسه، جیره 9.8 داده غیر ارتفاع ای اچ مساوی به 4.9 متر، جیره چیزی که دادم ماسوبکو جیره دادم 9.8 متر بر سکند مربع، زمانش نامعلوم است، تی نامعلوم است، دو اچ بر جی تحت جذر دو ضرب اچ قیمتش 4.9 تقسیم 9.8 تحت جذر دو ضرب 4.9 شود 9.8 بر 9.8 تحت جذر 9.8 با 9.8 خلاص یک سکند یک سکند میشه، یعنی یک ثانیه بعد به زمین میرسه. سوال چهارم هم حل شد. سوال شماره پنجم، سوال پنجم شما دقت داشته باشی، جسمی از ارتفاع 500 متر و جسمی بی از ارتفاع 320 متر ها میشوند، جسمی چند ثانیه بعد از جسم بی به زمین میرسه، جی هم 10 متر بر سکند مربع در نظر گرفته می شود. جسم A HA HA قیمتش میشه 500 متر، خیلی ساده جیره گفتم که به شما داده 10 متر بر سکند مربع، 10 متر بر سکند مربع. جسم B HB میشه، HB قیمتش میشه 320 متر و جی هم قیمتش است دیم جی قیمتش 10 متر بر سکند مربع است. در دو سوال شما دقت داشته باشین، یک سوال دو جز داره، پس من شما میکنم TA مساوی میشه با دو چند ارتفاع جسم A تقسیم G تحت جذر، زمانی که اینی تی ای مانا میده که جسم A چند ثانیه بعد به زمین میرسه، دو ضرب 500 میشه شاگردا، دو ضرب 500 تقسیم 10 تحت جذر خلاصش میشه، دو 500 ما جذر مربع 100 میشه، جذر 100 ده میشه، ده واحد زمان است دیگه، واحد زمان یعنی جسم A چند ثانیه بعد میرسه 10 ثانیه بعد، و تی بی نوشت نمی کنم مساوی میشه با دو چند اچ بی تقسیم جی تحت جذر، دو ضرب اچ بی قیمتش 320 تقسیم 10 تحت جذر. پس شما دقت داشته باشید خلاص میشه 232 ما 64 میشه، جذر 64 8 سکند میشه. حالا سوال اینجا شد که جسم 10 ثانیه بعد رسید، جسم بی 8 ثانیه بعد رسید. حالا تفاوت از یا جواب سوال است، تفاوتشان جواب سوال میشه، از 10 سکند 8 سکند کم کنیم، پس جواب سوال ما 2 سکند شد. سوال پنجم هم حل شد، 2 سکند. سوال شماره ششم، سوال شماره ششمی سوال کنکور هم بود. سوال پنجم گفته جسم با سرعت 2 متر بر سکند، یعنی سرعت اولیه اینجا وجود داره، سرعت اولیه میشه 2 متر بر سکند، 2 متر بر سکند سرعت اولیه وجود داره، در 10 ثانیه به زمین میرسد، تی مساوی به 10 سکند، تی مساوی به 10 سکند به زمین میرسد. از شما گفته که سرعت آن را هنگام رسیدن به زمین، سرعتش وقتی که در زمین میخوره چقدر سرعت داره؟ سرعت اولیه که داره وی مساوی میشه به وی صفر مثبت جی تی، وی صفر داریم 2، جی رام داریم 10، تی رام داریم 10، 10 در 100 جمع 2 شوه 102 متر بر سکند میشه، 102 متر بر سکند میشه. در نظرم دیگه سوال نیسته، بس بعدی را انشالله بعد درس ششم شروع میکنیم. پرتاب قایم، پرتاب قایم ای بود فری فال یا سقوط آزاد و سوالاتش برای شما من کار کردم. تشکر.